تازه ترین خبرها و وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان را از مسکو فعلا در حال حاضر جویا میشیم. مسکو جان سلام به شما. پس از اعلان وزارت داخلی پاکستان مبنی بر داشتن اجازه نامه برای اقامت افغان ها در اسلام آباد، چه انکشافی وجود داشته و روی پلیس اسلام آباد با مهاجرین افغان چه قسم بوده؟ سپاس از شما. خوب، این تصمیم وزارت داخلی پاکستان در رابطه به داشتن جوازنامه NOC که از آغاز سال 2025 برای مهاجرین افغان که در اسلام آباد می باشد لازم قرار گرفته، یک موضوع خیلی مشکل و دشوار می باشد برای مهاجران افغان، نچه بازداشت‌ها توسط پلیس تا کنون به نظر نرسیده، اما این چون این تصمیم حکومت پاکستان همواره باعث گردیده که پلیس باعث آزار و اذیت پناهجویان افغان در پاکستان به ویژه اکنون در اسلام آباد خواهد شد و مبصرین هم به این نظر هستند که پناهجویان افغان که در پاکستان زندگی میکنند دارای اسنادهای همچون ویزا و پاسپورت و کارت‌های مهاجرت دارند و نباید حکومت در قبال پناهجویان افغان چنین تصمیم را بگیرد. یک نظر مبصر را هم با هم داریم، یک جا میبینیم. چرا علیه آن افغانهایی که هیچ سابقه جرمی ندارند و نه اتهامی دارند ممنوعیت وضع کرده است؟ به نظر من این یک تصمیم نادرست است. در این مورد حکومت افغانا، یعنی سفارت افغانا در اینجا و سفیر باید این موضوع را با دولت پاکستان مطرح سازد که آن افغانهایی که اینجا در اسلام آباد ویزا دارند دوسیه جنایی ندارند و در جلسه های شرکت نکردند، چرا بر آنان موانع وضع گردد؟ افغانها از قبل در اینجا با مشکل مواجه هستند. این کار مشکلات بیشتری ایجاد می کند و پلیس نیز آنان را مورد آزار و اذیت قرار خواهد داد. از سوی دیگر سخنگوی وزارت خارجه پاکستان ممتاز زهرا بلوچ روز گذشته در نشست خبری گفته که موجودیت یا شرکت شهروندان افغان در اعتراضات گسترده ضد دولتی در میان هواداران عمران خان قابل قبول نمی باشد، گفته غیر قانونی است و به هیچ ادبای خارجی اجازه داده نمی شود و هم نمی توانند که در امور سیاسی دست زنند. روز پنج شنبه سخنگوی کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد یا UNHCR که قیصر افریدی در پاکستان می باشد در گفتگو با سرویس دیوی صدای آمریکا گفته که پناهجویان افغان که در پاکستان هستند همشان به قوانین پاکستان احترام می گذارند و پاکستان هم مانند گذشته باید در رابطه به حفظ و امنیت پناهجویان افغان تلاش های خود را ادامه دهد. تشکر مسکو جان از گزارشت. وقتت بخیر.